رؤسای جمهوری روسیه و ایران به منظور مذاکره با رئیس جمهوری ترکیه درباره سوریه در آنکارا به سر می‌برند و ساعتی پیش بعد از اتمام مذاکرات در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. برای بررسی این اجلاس سه جانبه، علی جوانمردی خبرنگار خاورمیانه صدای آمریکا با ماست. علی، کمتر از یک ساعت قبل کنفرانس خبری سه رئیس جمهور در آنکارا برگزار شد. چه نکات مهمی مطرح شد و اساساً تاثیر این اجلاس بر آینده سوریه چه خواهد بود؟ باندارا، به خودی خود این کنفرانس خبری مهمی بود و در نوع خودش بی سابقه و از دید رسانه ها بسیار مهم توصیف شده، چون دست کم ترکیه و ایران و روسیه از طرف دیگه هر کدوم در یک سوی جبهه بحران سوریه قرار داشتند و ظاهرا دارند. در صحبت هایی که رؤسای جمهوری سه کشور داشتند، صحبت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ابتدا شروع شد. آقای اردوغان تلاش کرد حملات ارتش ترکیه به شمال سوریه رو توجیه بکنه، گفت این حملات علیه تروریست ها بوده و ترکیه تا زمان نابودی کامل نیروهای مدافع خلق و حزب کارگران کردستان PKK به حملات خودش ادامه میده. چند بار این جمله رو آقای اردوغان تکرار کرد. برخلاف گذشته آقای اردوغان که در مورد سوریه صحبت میشد، مدام از ستم و ستمکاری حکومت بشار اسد صحبت میکرد، این بار هیچ جمله‌ای در این مورد به کار نگرفت و عمده صحبت‌هاش به نوعی در راستای یا به نوعی هم آوا بود با رؤسای جمهوری ایران و روسیه. آقای اردوغان از اتحادیه اروپا انتقاد کرد در بخشی از صحبت‌هاش، گفت که هیچ یک از وعده‌هایی که به ما دادن تا حالا عملی نشده و وعده مهم اونها برای پناهجویان سوری که 3 میلیارد بود هنوز پولی دریافت نکردیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم که در بحران سوریه به نوعی در جبهه مخالف ترکیه بوده، مدام نقش ترکیه رو در سوریه مهم ارزیابی کرد. روحانی در صحبتاش نکته تازه‌ای نداشت، همان تکرار مواضع قبلی جمهوری اسلامی، یعنی انتقاد از آمریکا، سیاست آمریکا در سوریه و اینکه بحران سوریه را حل نظامی نداره، تاکید بر حفظ یک پارچگی کشور سوریه. همین موضع‌گیری به نوعی در صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیده می‌شد. آقای پوتین روسیه رو کشوری دونست که خواستار صلح در سوریه است و به نوعی گفت که تلاش روسیه در همین راستا 77 تن مواد غذایی رو در ماه گذشته ارسال کرده. بنابراین آنچه که در صحبت‌های این سه رئیس جمهوری گفته نشد ولی رسانه‌های ترکیه به اون اشاره کردند، امضا یا توافق طرحی سه جانبه هست برای آینده سوریه که قرار هست اجلاس بعدی اون در تهران باشه.